شاید آنها پیام آن موقع ایران را درست دریافت نکرده بودند. ایران حالا مجدداً پیام می‌فرستد. این صدای غرش از دل کوه است. حالا ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار به خبرگزاری صدا و سیما این اجازه را می‌دهد که از یکی از پایگاه‌های تاکتیکی نیروی هوایی در عمق چند صد متری زمین گزارش تهیه کند. جنگنده‌های این پایگاه مسلح به انواع موشک‌های دروز و بمب‌های نقطه زن برای حمله به اهداف خود در عمق خاک دشمن هستند. دلیل استقرار این اسکادران‌ها در دل کوه‌های ایران که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن را به دلایل حفاظتی نشان دهد، مقابله و پدافند غیرعامل در مواجهه با هر گونه بمب‌های سنگرشکن و ضد استحکامات است که توسط بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا حمل می‌شوند. در صورت عبور از سپرهای دفاعی، هیچ بمب سنگرشکنی نمی‌تواند خللی در عملیات‌های این پایگاه‌های زیرزمینی ایجاد کند. این پایگاه تاکتیکی می تواند تا چند ماه در صورت نیاز سوخت و مهمات جنگنده های حاضر را ذخیره کند و مأموریت هایش را انجام دهد. امروز بیش از 10 پرواز داشتند، 10 پرواز مأموریتی. یکی از همین مأموریت ها در حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش از محل آلرت پایگاه انجام می شود. تمرین در روز و شب.